سلام دوستان با دوره آموزشی مدیریت پروژه و نرم افزار آفیس پروژه در خدمتتون هستیم در این بخش میخوایم در مورد تخصیص منابع با هم صحبت کنیم همونطور که مشاهده میکنید من نوشتم تخصیص منابع ننوشتم مدیریت منابع خب که علت داشته به خاطر اینکه مبحث مدیریت منابع یک مبحث بسیار بزرگتری هستش که مدیریت سرمایه های انسانی که یکی از مباحث بسیار بزرگ و استراتژیک تو این روزه هستش شامل این میشه و خب مدیریت سرمایه انسانی یه مبحث خیلی بزرگی هستش که کوچیکترینش میتونه توی مبحث اوسس خب گفته بشه یا ایزو هزار با اوسس هزار خب یه قسمت خیلی کوچیکش 18001 یه قسمت خیلی کوچیکی از مدیریت سرمایه انسانی توی استانداردهای 18001 پوشیده شده اما حتی اون هم الان به نظر من خیلی کوچیک هستش و مدیرت سرمایه انسانی فرای اونه به خاطر همین ما این قضیه رو ازش چشم پوشی کردیم و نیاز داره به یک دوره جداگونه که باید اون شخصی که میخواد در واقع مدیریت منابع رو توی پروژه انجام بده حتما توی این زمینه مطالعه داشته باشه تا بتونه واقعا و به صورت مفید منابع رو توی یک پروژه مدیریت کنه اما یه شخصی که به عنوان کارشناس مدیریت پروژه قراره توی یک جای کار بکنه نیاز داره که در مورد تخصیص منابع اطلاعات کافی و کاملی داشته باشه خب اولین چیزی که هستش تعریف منابع هست ما این تعریف رو توی پروژه خواهیم داشت پس توجه کنید ما منابع رو میتونیم واسه های تولیدی دیگر به صورت دیگری تعریف کنیم اما توی پروژه ما به دو صورت تعریف میکنیم اونا رو. یا منابع تجدید پذیرن یا منابع تجدید ناپذیرن خب حتما میدونید دیگه منبع چیزی هستش که با اون میتونیم کار رو انجام بدیم خب چه انسانی باشه به هر حال انسان ها هستن که کار رو انجام میدن ببخشید انسان ها هستن که کار رو انجام میدن چه ماده باشه چه دستگاه باشه خب به هر حال باید اینا رو تخصیص بدیم به کارها تا کارها رو بتونن انجام بدن خب پس ما میایم منابع اول به دو قسمت عمده تقسیم میکنیم یا تجدید پذیر هستن مثل سرمایه های انسانی مثل ماشین‌آلات و هر آنچه که پس از پایان فعالیت آزاد بشه یعنی اگر یک انسانی داره روی یک فعالیتی کار میکنه پس از اینکه اون فعالیت تموم شد اون شخص آزاد شده و میتونه به کار دیگه ای تخصیص پیدا بشه پیدا کنه و همینطور ماشین آلات ما داریم از یک جرسقیلی استفاده میکنیم بعد اینکه یک باری رو برد به یک طبقه بالاتر یا یک ارتفاعی برد و اونو گذاشت میتونیم بگیم اوکی این کارش تموم شد و حالا میتونیم از اون تو یک فعالیت دیگه استفاده کنیم پس دوباره میتوان از آنها استفاده کرد اما خب باید یادمون باشه که مبحث ماشین آلات حتما استهلاک داره جزئیات داره، سرمایه انسانی، بستگی داره به طرف مثلا چقدر صحابه کار داشته باشه، چقدر حرفه ای باشه اصلا چقدر به بازنشستگیش مونده شاید بعد اینکه مثلا پروژه در حین انجام هست اون بازنشسته بشه و غیره که ما زیاد به این چیزها توجه نداریم و اگه بخوایم خیلی دیتیل بشیم نمیتونیم اونا رو مدیریت و ریزی کنیم بخاطر همین تا یک حدی باید اونا رو در نظر گرفت و توی ام و یادمون باشه ما به با عنوان کارشناس پروژه هستیم نه خود مدیر پروژه در حال حاضر چون واسه اینکه مدیر پروژه بشین باید تجربه بسیار زیادی پیدا کنیم حداقل یه 6 تا پروژه رو تموم بکنیم بعد بگیم مدیر پروژه بشیم چون خیلی ها وقتی که مدیریت پروژه رو دارن یاد میگیرن مخصوصا تو دوره لیسانس بعد حس میکنن که اوکی الان من دیگه باید مدیر پروژه بشم نه ما باید اول کارشناس خب منابع تجدید ناپذیر منابعی هستن که پس از اتمام فعالیت مصرف میشن مثل گش سیمان آجر و هر چیزی که توی اون پروژه به کار گرفته میشه و تموم میشه و دیگه نمیتونیم به فعالیت دیگه تخصیص و یکی جدید سفارش بدیم بیاد و بذاریم واسه فعالیت بعدی وقتی که سیمان رو استفاده میکنیم دوباره مثلا یه ستون سیمانی بخوایم بسازیم ما سیمان سفارش بدیم خب حالا چه موقعی تخصیص منابع چالش برانگیز میشه با ما وقتی که ما منابع نامحدود داشته باشیم هر چقدر دلمون خواست مهندس و کارگر و چه میدونم فولیسانس لیسانس و دکترا هر چقدر دلمون خواست داشته باشیم دیگه محدودیتی نداریم و همینطور به منابمون تخصیص میدیم آقا تو برو فلان کارو کن تو برو فلان کن اما وقتی که محدودیت منابع وجود داشته باشه ما یک تعداد مشخصی کارشناس داریم یه تعداد مشخصی کارگر داریم و بیشتر از اون نمیتونیم داشته باشیم یا حتی اکثر یه بودجه واسه داشته باشیم که بتونیم منبع بگیریم یا مثلا حالا سیمان بخریم یا هر چیزی به خاطر همین دیگه نمیتونیم بگیم که اوکی این فعالیت من که داره الان اینجا انجام میشه اون شخص مثلا شخص A داره انجامش میده دوباره این فعالیت بعدی هم شخص A بتونه تو همون بازه زمانی انجام بده پس دو تا کار موازی و همزمان که نمیتونه انجام بده بعد اول این تموم بشه بعد این یکی رو شروع بکنه خب وقتی که تعداد منابع زیاد میشه و محدودیت های مختلف وجود داشته باشه مثلا توی دانشگاه و استادها توی یک روزهای خاصی وجود دارن و وقتی که من به عنوان یک دانشجو میخوام برم باش صحبت بکنم حتما باید توی یک روزهای خاصی برم پیش اون استاد بخاطر همین وقتی که دارم منبع استاد رو به یکی از فعالیت ها مثلا مشاوره گرفتن تخصیص میدم باید بگم که اگر گفته روز یک شنبه میتونه شروع بشه اون استاد روز یک شنبه نیستش شیفت پیدا میکنه به روزی که اون استاد هست مثلا دو خب پس وقتی که محدودیت منابع وجود داره دیگه فعالیت ها تو زودترین زمان خودشون لزوما نمیتونن شروع بشن اولین راه و در واقع منطقی ترین راه این هستش که فورجایی که در آورده بودیم و رو تو اون فرجه ها جابجا کنیم مثلا وقتی که من دارم اینو میدم شیفت میدم جلو تا یه حدی اول ببرم جلو که اسلک وجود داره واسه اون و میتونم جابجاش کنم به طوری که زمان پروژه رو طولانی نشه خب این یه راه ایداله و همیشه اینطوری نمیشه یعنی بیشتر اوقات واقعا اینطوری نمیشه که ما توی فورجمون بتونیم فعالیت ها رو جابجا کنیم و باید پروژمون رو حتی به تاخیر بندازیم تا اینکه اون ریسورسی که میخوایم اویلی به باشه و خب راه های دیگه ای وجود داره مثلا اضافه کاری و غیره خب پس اینکه ما بتونیم منابعمون رو مدیریت کنیم و تخصیص بدیم اونا رو یک گرافی وجود داره به نام گراف منابع که میتونه ما رو کمک کنه زمینه که این گراف توی ام هم وجود داره میتونیم ببینیم تو چه روزهایی ما در واقع با مثلا بیش از حد کارگر لازم داریم و چه روزهایی کمتر لازم داریم و چه روزهایی اون تعداد کارگری که لازم داریم وجود نداره فرض کنیم بر برفض... مثلا شرکت ما چهار کارگر داره خب تو روز اول که میخواد شروع بکنه من برای انجام این فعالیت دو تا کارگر لازم دارم و خب دو تا کارگر تخصیص میدم بهش و اونا شروع به کار میکنن و من دو کارگر رو اینجا دارم خب تو روز دوم هم همینطور تو روز سوم متاسفانه من دیگه به پنج تا کارگر نیاز دارم تا کارها ما تو زودترین زمان ممکن شروع کنم دو تا با سه اون فعالیت قبلی لازم دارم سه تا هم یه فعالیت جدید اضافه شده پس من یک خطی رو اینجا میکشم که چون چهار تا کارگر دارم روی چهار میکشم و از اینجا به بعد دیگه تعداد کارگرا قرمز میشه اگه توی MSP بخوایم ببینیم و قرمز ن... به ما نشون میده و میگه آقا اینجا بیشتر از اون تعداد کارگری که داری نیاز داری حواست باشه یه کاری باید بکنیم وگرنه اون کار انجام نمیشه و ما باید طوری بتونیم اینا رو تخصیص بدیم که تو اون زمان شروع یه فعالیتی تعداد کارگر مورد نیازش هم اویلیبل باشه و بتونیم کار رو شروع کنیم پس نمیتونیم بگیم که آقا من نمیدونم کارگر من و حتما تو این روز برن این کار رو انجام بدن هر طور که شده پس ما باید اینها رو از قبل ببینیم و این دید هستش که خیلی مهمه که آقا چه کاری رو تو چه زمانی و با چه تعداد منبعی باید شروع بکنیم و به این میگیم برنامه‌ریزی نه اینکه فقط بگیم اوکی من کارها رو تو زید الان چیدم این کار میتونه این تو این روز تموم بشه این کار میتونه تو این روز شروع بشه و همینطور ببرم جلو بگم اه چرا پروژه من با تاخیر مواجه شد چرا پروژه من با شکست مواجه شد خاطر که من ندیدم که آقا من چهار تا کارگر دارم ولی پنج نیاز دارم تو این روز خب واسه اینکه ما حل مشکل محدودیت منابع رو حل کنیم چندین تا راه تو عمل وجود داره یه سری راهکارهای ریاضی هم وجود داره که من اینجا نیوردم با صرفتون این مدل ریاضی واقعا نمیتونیم انجام بدیم و عملا قابل اجرا نیست و حتی توی MSP وقتی که ما تخصیص منابع میکنیم خیلی از کارها رو دستی انجام میدیم همونطور که حالا توی جلسه بعدی MSP تخصیص منابع رو خواهیم اولین کاری که ما فورجا فورجا رو تعیین کردیم بیایم فعالیت ها رو تو اون بازه ها جابجا جا کنیم خب تو بازه های فرجمون ها جابجا کنیم به طوری که منبع ها به اندازه کافی بهشون برسه خب که همیشه امکان پذیر نیست ولی اولین کارمون هم همینه که با تاخیر مواجه بعد کار بعدی اینه که آقا دیگه این فرجه ها تموم شده بعد پروژه رو تاخیر بدیم طوری منابع رو تخصیص بدیم و طوری فعالیت ها رو جابجا جا کنیم که کمترین تاخیر تو پروژه رخ بده خب این هم کار دوم ما هستش کار سومی که میشه انجام داد و خیلی انجام میدن استفاده از اضافه کاریه که بگیم اوکی تو این روز وقتی که من چهار تا کارگر دارم هر کدوم اگر چهار ساعت بیشتر بمونن انگار من چهار زب و نیم کردم دیگه خب انگار شیش تا کارگر دارم اون وقت میتونم این کار رو انجام بدم اوکی کار بعدی این که شیفت تعریف کنیم اوکی تو این روز من تعداد بیشتری کارگر لازم دارم شیفت شب و روز تعریف میکنم یا اینکه مثلا میگم شما هیستت تو که کار کردی نفرات قبلی که مثلا بودم من دو نفر اونجا مثلا بیکار داشتم دیگه شما بیا تو این روز بیشتر کار رو کن و جابجا جا کنم مثلا فردا دو روز دیگه بیشتر کار کنم شیفت بندی کنم یا اینکه مثلا حجم کار رو توی طول زمان تغییر بدم بگم اوکی مثلا توی اینجا که من دو تا کارگر لازم دارم خب اینجا هم من سه تا کارگر لازم دارم خب اینجا بیام آقا من سه تا کارگر تخصیص بدم اینجا یکی خب اون وقت اینجا دیگه یک میشه و من چهار تا کارگر دیگه لازمم که چهار تا هم فیکس شده خب پس اینجا چون کارگر لازم نرشم میتونم سه تا کارگر در روز تخصیص بدم یکی دیگه هم تغییر الگوی حد اکثر تعداد منابع در دست رسه که من بیام کاریر استخدام کنم تو اون روزهای خاص تغییر منابع و زمان فعالیت با استفاده از تبادل مابین که این یکم بحث داره ما سه نوع تبادل مابین داریم وقتی که حالا بریم تو اسلاید بعدی تبادل مابین یعنی چی؟ یعنی من اینجا الان زمان دارم خب اینجا بهتر رو نمودار اصلا بهتون نشون بدم من زمان دارم یه فعالیتی میگیم آقا پنج روزه انجام میشه با چند تا کارگر با سه تا کارگر خب همون فعالیت رو میتونم دو روزه انجام بدم با چند تا کارگر مثلا پنج تا کارگر این نمودار زمان و هزینه یا حالا منابعی که در نظر میگیریم زمان هزینه منبع هر چیزی که هستش تبادل ما بین منابع داریم زمان منابع داریم زمان هزینه حالا اینجا زمان هزینه هستش یعنی اگر من دو دلار واسه این خرج کردم که پنج روز انجام شد اگر چهار دلار انجام بدم دو روز انجام میشه که لزوما خطی نیستش اینجا میبینین مقدار زمانی که کاسته میشه خب به مقدار تفاوت هزینه که خرج میکنم مثلا اینجا من دو دلار خرج کردم زمانش شده پنج روز خب اگر بیام چهار دلار خرج کنم اینجا زمانش میشه دو روز یعنی من سه روز کاهش داشتم به ازای دو دلار هزینه خب تفاوت چهار های دو دو دلار هزینه که خطی نیستش که حالا MSP اگر مثلا این کار رو بسیتون انجام بده به صورت خطی تقریب میزنه و شیب داره و حالا مسئله ریاضی که باشون فعلا کاری نداره خب یه تبادل هزینه بود که میگفتم هر چقدر بیشتر دلار خرج کنم زمان کمتر میشه یه نوع دیگه تبادل زمان منبع هر چقدر بیشتر کاریر اضافه کنم زمان کمتر میشه هر چقدر کارشناس بیشتر بذارم مثلا کارشناس سیستم ها و روش ها میذارم یکی میگیرم که سیستم هامو بهینه بکنه با انجام بروژم خب کارها رو با حداقل زمان بتونه برنامه کنه واسم که انجام بشه کارهای مازاد رو کم بکنه واسه من خب این کارشناسی سیستم ها رو روش هایی که اضافه میکنم یه منبع و باعث میشه که زمان من کم بشه به مثال. یا به جای مثلا حالا ساده تر اگه بخوایم بگیم انگار مگه سه تا کارگر داشتم حالا میکنم شیش تا کارگر که زمان من کم بشه یکی دیگه هم وجود داره تبادل مابین منابع منابع اگر من سه تا کارگر ساده لازم داشتم خب به این سه تا کارگر ساده سه تا کارگر حرفه‌ای میذارم با سابقه کار بیشتر با تجربه بیشتر و اون کار رو اونها زودتر میتونن انجام بدن اوکی پس این سه تا تبادل ما بین زمان, زمان منابه و هزینه زمان و منابع و منابع و منابع هست که اونجا یکی از روش های کاستن محدودیت منابع هستش زمان رو تغییر میدیم تا بتونیم منابع رو بهتر بسازیم یه مبحث دیگه ای که وجود داره تستیح منابع هستش وقتی که ما منابع رو تخصیص داریم الان با مشکلی وجود نداریم مثلا پنج تا کارگر داریم هر پنج رو میتونیم اینجا تخصیص میدیم تو روزهای مختلف بعد اینجا سه تاشو تخصیص میدیم بعد یکی اون دوتای دیگه چی بندازیمش بیرون بریم بگیم اوکی برو اینجا چهار تا کارگر برو استراحت کن یا بندازیمشون بیرون چون اصولا توی پروژه ما یهو خیلی از منابع و نیروی انسانی میگیریم و بعد پروژه تعدیر نیرو داریم خب واسه اینکه این کار رو کاهش بدیم و خیلی تفاوت بین سطوح مختلف استفاده از منابع رو نداشته باشیم یعنی تصدیح منابع میکنیم تصدیح منابع اصولا این هستش که من توی فرجه هایی که وجود داره جابجا جا میکنم الان اینجا فرجه وجود داره و من میتونم این کنم میتونم این تسکو بیارم اینورتر اینجا تمومش کنم خب و به طب اینم میتونم بیارم اینورتر برتر اون وقت پروژه من تاخیر نمیخوره اینجا تموم میشه باز هم ناکنین اینجا تموم شده اما باعث میشه که من کلا سه تا کارگر در روز لازم داشته باشم و فقط دو روز دو کارگر رو اصلا ساعتی بگیرم یا بگم آقا شما بیاین اضافه کار وایسین تو این دو روز تا بتونم این تسکم رو به موقع انجام بدم پس طوری میام منابم فعالیت هامو جابجا میکنم طوری فعالیت هامو جابجا میکنم که کلا پروژه تاخیر نداشته باشه خب بینم میگیم منو پس در کل مفاهیم تخصیص منابع به این شهر بودش که من چطور میتونم منابع موجود خودم رو در چه زمانی به چه فعالیتی تخصیص بدم به طوری که حداقل تاخیر رخ بده و حداقل نوسانات را داشته باشه و در مقدار منابع محدودیت داشته باشه این سه تا بزنیم با یه رنگ مخ... مخ... مش... متفاوتی حداقل تاخیر حداقل نوسانات و محدودیتی که باسه منابع من وجود داره این سه تا پارامتری هستن که من مدل سازی ریاضی های مختلفی میتونم بسازم. تو عمل چالش من چالش مدیریتی من هستن که اینها رو چجوری تخصیص بدم که با ذهنم و با دست این کار رو انجام میدم از ام هم کمک میگیرم و خب نرم افزارم کمک میکنه اما در پژوهش حالا اگر به صورت پژوهشی صحبت کنیم در پژوهش ما میتونیم مدل های ریاضی با اینا تعریف کنیم مدل های ریاضی تعریف میکنیم که این مدل های ریاضی رو با الگوریتم های مختلف حل میکنیم تا حالت بهینه به دست بیام یعنی چی؟ یعنی من شرایط محیطی رو به زبان ریاضی در میارم و با تبدیل هوش پریدش با تبدیل هوش انسانی به هوش کامپیوتری که یه جور هوش مصنوعی هستش و میتونه از اون نشد بگیره با مختلف و الگوریتم مختلفی با وجود داره میام اون مدل رو حل میکنم تا جواب بهتری رو به دست بیارم چون انسان ذهنش همه جور از مواد رو نمیتونه بگیره نمیتونه کنترل کنه و کامپیوتر سریعتر میتونه انجام بده و جواب بهینه ولی شرایط محیطی سخته به زبان ریاضی در آوردنش و بعد تبدیل هوش انسانی به هوش کامپیوتر هر دو سخت هستش به خاطر همین این ان در حال پیشرفت خب از توجهی که کردید متشکرم تو جلسه بعد تخصیص منابع رو توی MSB با هم جلو میبریم یکی از شاید طولان... طولانی بشه یه مقدار جل... ویدیو هفته بعد به خاطر اینکه تخصیص منابع به صورت دستی تو ام خیلی جاهاش انجام میشه و باید بحث‌های بیشتری روش انجام بدم ممنون از شما خدا